وقت بخیر از استودیوی لندن ایران اینترنشنال همراه شما هستیم. من پرسا صادقی هستم. سخت خبر. پایان مذاکرات آتش‌بس در قطر. اسرائیل از ائتلاف به رهبری آمریکا خواست در صورت حمله به این کشور به جمهوری اسلامی پاسخی نظامی دهد. ادامه فشارهای امنیتی بر خانواده آرزو بدری. خانواده از ملاقات با او منع شده و برای اعتراف اجباری تحت فشار ماموران هستند. ادامه سرکوب و محرومیت بهائیان از حقوق عمومی. جامعه جهانی بهائی از آتش زدن و تخریب آرامستان 110 ساله بهائیان اهواز خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، انتقاد امام جمعه زاهدان از نبود اهل سنت و زنان در کابینه پزشکیان. مولوی عبدالحمید با اشاره به حضور نیافتن نیمی از مردم در انتخابات گفت کابینه معرفی شده امیدها را برآورده نکرد. همزمان با پایان مذاکرات آتش‌بس در دوحه، آمریکا، قطر و مصر با انتشار بیانیه اعلام کردند این گفتگوها جدی و سازنده بوده و در فضای مثبت انجام شده. در این بیانیه آمده ایالات متحده پیشنهادی برای آتش‌بس در نوار غزه را به اسرائیل و حماس ارائه کرده که شکاف‌های باقی مانده بین آنها را از بین می‌برد. این بیانیه میگوید مقامات ارشد کشورهای میانجی تا پایان هفته آینده این بار در قاهره تشکیل جلسه میدهند. همزمان یک مقام حماس به خبرگزاری رویترز گفته آنچه در مورد نتایج مذاکرات آتش‌بس در دوحه به این گروه اطلاع داده شده با آنچه در ماه ژوئیه بر سر آن توافق شد مطابق نیست. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم و آرش علایی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما هستن. اشکان، اول از تو بیشتر بشنویم درباره بیانیه پایانی و چطور هست که تا این حد واسطه های این آتش‌بس در واقع مثبت اندیشن نسبت به آنچه که امروز اتفاق افتاد. درسته پریسا، اونها مثبت اندیشن، اما به نظر میاد که حماس در این احساس با واسطه ها و حتی با اسرائیل شریک نیست. یک سامی ابو زهری از مقامات ارشد حماس همین دقایقی پیش گفته که کشورهای میانجی به صورت مشخص گفته بایدن، اگر نخواهیم بگیم در واقع بگیم کشورهای میانجی، گفته بایدن قصد داره که یک فضای مثبت مصنوعی یا دروغین ایجاد بکنه در درباره احتمال رسیدن به آتش‌بس و اون آنچه در دوحه گذشته. ابو زهری گفته که در واقع متهم کرده آمریکا رو که قصد نداره به جنگ پایان بده، بلکه قصد داره فقط زمان بخره. از اون طرف اشاره کرده به یک مقام حماس که اون صحبت‌ها رو به خبرگزاری رویترز گفته. خبرگزاری فرانسه هم از قول یک منبع حماس گفته که این گروه شروط جدیدی رو که در توافق جدید ارائه شده توسط ایالات متحده در دوحه در واقع گنجانده شده رو نمیپذیره و اونها رو رد میکنه. این در حالی هست که دفتر نتانیاهو هم، نخست وزیر اسرائیل هم، یک بیانیه ای صادر کرد دقایقی پیش درباره مذاکراتی که در دوحه انجام شده. دفتر نتانیاهو به صورت مشخص اول از ایالات متحده و دیگر کشورهای میانجی قدردانی کرده برای تلاش‌هایی که در مسیر آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها می‌کنند. نتانیاهو گفته که در این بیانیه گفته که اصول اسرائیل برای همه میانجی‌ها روشن هست و ابراز امیدواری هم کرده که این کشورهای میانجی، یعنی ایالات متحده، قطر و مصر، بتونند فشار بیارند بر حماس و در واقع این گروه رو متقاعد کنند که موافقت بکنه با این اصول، تا اون وقت طرفین بتونند جزئیات توافق رو اجرایی کنند. اما همونطوری که گفتی در این بیانیه‌ای که سه کشور صادر کردند، در واقع ابراز خوشبینی شده به نوعی از آنچه در دوحه گذشته. گفتند که ایالات متحده یک توافق پیشنویس توافق جدیدی رو ارائه کرده بر اساس مذاکراتی که در اونجا انجام شده و گفتند که این پیشنویس ابراز امیدواری کردند که بتونه در واقع
منجر بشه به اینکه طرفین بتونن در فرصت خیلی کمی به صورت به سرعت به یک توافق دست پیدا کنن. گفته شده که این توافقی که الان آمریکا ارائه کرده میتونه پل بزنه بر اختلافاتی که همچنان بین طرفین وجود داره و البته گفته شده که مذاکرات هم تا پیش از پایان هفته آینده در طول همین 6-7 روز آینده در قاهره ادامه پیدا خواهد کرد. بر اساس آن چیزی که گفته میشه مذاکراتی که در قاهره انجام خواهد شد مذاکرات تکنیکی خواهد بود، عمدتا بر سر همون مسائل مورد اختلاف. مسائل مورد اختلاف هم مشخص هست، یکیش این هست که به نظر میاد اسرائیل حاضر نیست به هیچ وجه از اون کوریدور فیلادلفی و گذرگاه رفح در حال حاضر دست کم نیروهای خودش رو خارج کنه. باید گفت زمانی که جو بایدن اون توافق پیشین رو آمد و برملا کرد، اسرائیل هنوز در رفح، در فیلادلفی، در اون کوریدور فیلادلفی و در گذرگاه رفح حضور نداشت، در نتیجه در اون اصلا به این موضوع اشاره نشده بوده در اون توافق و الان این لازم هست که در توافق جدید، هر توافقی باشه، به اون اشاره بشه. یکی دیگه موضوع در واقع حق وتوی اسرائیل هست بر سر اینکه چه زندانیان فلسطینی در اون مرحله اول آزاد بشند و چه زندانیانی آزاد نشند. در این مورد هم به نظر میاد حماس موافقت نداره با حق وتوی اسرائیل. دیگریش عبور، در واقع بازگشت شهروندان فلسطینی به شمال نوار غزه هست و نهایتاً گذر از مرحله اول آتش بس به مرحله دوم. مرسی اشکان. آرش، خیلی فضای جالبی شده. در واقع حماس خیلی راضی نیست، میگه این فضای مثبت مصنوعی هست که آمریکا میسازه. آمریکا از اون طرف میگه که سعی کردیم تمام سوراخ‌های ممکن رو در این وسط بپوشونیم که موردی برای نرسیدن به توافق نباشه، اما ظاهرا خیلی نباید خوشبین بود به نتیجه اونان بر اساس آنچه که حماس میگه. خبر همونجور که شما گفتید نیم ساعتی نیست که بیشتر اومده روی آژانس‌های خبری و از اون چیزی که ما الان داریم می‌شنویم، جملاتی که حماس میگوید اینجا در واشنگتن دی سی و در دانشگاه‌های دیگر در آمریکا، در دانشگاه کلمبیا، در نیویورک می‌بینیم اینها تنین انداز می‌شود. اینها همین بخش‌های در دانشگاه‌های آمریکا هستند که الان دارن تظاهرات می‌کنن و اونها هم همین حرفو می‌زنن، میگن این حرف، این جو، یک جو مثبت مصنوعی است. دولت بایدن رو متهم میکنند که برخلاف حرفایی که میزند کماکان به فرستادن سلاح و بسته‌های کمک‌های دفاعی به اسرائیل ادامه میدهد و حمله میکنند به دموکرات‌ها. اشاره کرد اشکان به اینکه قرار است هفته دیگر باز گردند و به نظر میاد ایالات متحده، دولت آقای بایدن در حال خریدن وقت است. هفته بعد یادمون نره کنوانسیون دموکرات‌ها است. اگر جنگ به پا بشود در اون منطقه، اگر این مذاکرات فرو بریزد، کنوانسیون دموکرات ها در شیکاگو که از دوشنبه ایران اینترنشنال هم اونجا حضور خواهد داشت به صورت زنده و از کف اونجا برای شما گزارش خواهد داد، اونجا رو واقعا به آشوب خواهد کشید. اگر این توافق به هم بریزد، اگر جنگ برپا بشود، اگر آمریکا پاش به جنگ کشیده بشود در طول این کنوانسیون، چرا دولت بایدن نخواهد که وقت بخرد یک هفته دیگه، بگوید حالا هفته دیگر برمیگردیم؟ هفته دیگر موقعی خواهد بود که خانم کامالا هریس در کنوانسیون دموکرات ها در سخنرانی اختتامیه کاندیداتوری حزب رو پذیرفته است. حداقل حالا یک مرحله دموکرات ها رد میکنن تا یه نفس راحتی بکشن و حالا فکر کنن به مرحله بعدی تا ببینن چگونه میخواهن این کلاف سردرگمی که دولت بایدن 10 ماه است تعقیب میکنند. تعداد سفرهایی که مقامات مختلف بایدن به منطقه کردند از انگشتان دو دست میگذرد، هر کدومشون بارها و بارها به هیچ نتیجه نرسیده است دیپلماسی دولت بایدن. دلیلش رو برخی ها در کنگره آمریکا، به خصوص جمهوری خواهان، سیاست ضعف و مماشات دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی میخونند. میگویند وقتی پول به جمهوری اسلامی میدهید، وقتی 11 میلیارد دلار از عراق، 7 میلیارد دلار از جای دیگر، از کره جنوبی، از کشورهای دیگر همین پول‌ها را به جمهوری اسلامی می‌دهید، اونا نمی‌رود واکسن بشود برد تو بازوی مردم یا نون بشود بره سر سفره مردم. اونا تبدیل به موشک و بمب می‌شود، داده می‌شود به حزب الله و حماس و دیگر گروه‌هایی که بخواهند اون رو بزنن به سر کشورهای دیگه و در منطقه آشوب بپا کنند.
خیلی ممنونم از هر دوی شما، آرش علایی از کنگره آمریکا در واشنگتن و اشکان صفایی از اورشلیم. اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، در دیدار با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود گفت اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، اسرائیل انتظار دارد ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، بریتانیا و فرانسه نه تنها در دفاع بلکه در حمله به اهداف مهم در ایران هم به اسرائیل بپیوندد. کاتز تأکید کرد جمهوری اسلامی باید بفهمد اگر تهاجم مستقیم یا غیر مستقیم خود علیه اسرائیل را متوقف نکند، با عواقب سنگینی در زمینه‌های استراتژیک و اقتصادی مواجه خواهد شد. حزب الله لبنان با انتشار ویدیویی تبلیغاتی یک تأسیسات زیرزمینی را نشان داد که محل نگهداری موشک‌های دوربرد و پرتابه‌های دیگر این گروه است که ظاهراً در لبنان واقع شده. حزب الله گفته نام این تأسیسات عماد 4 است. این ویدیوی تبلیغاتی موشک‌های داخل تأسیسات زیرزمینی و موقعیت‌های پرتابه‌ها را نشان می‌دهد. صدای حسن نصرالله، رهبر حزب الله، که به توانایی‌های موشکی این گروه اشاره می‌کند، هم در این ویدیو شنیده می‌شود. در پی تشدید تنش‌های بین حزب الله لبنان و اسرائیل، مقام‌های کشورهای خارجی با سفر به لبنان تلاش می‌کنند از گسترش جنگ فراگیر در منطقه جلوگیری کنند. برخی کارشناسان تأکید می‌کنند نقش حزب الله به طور یقین وابسته به تصمیمات ایران است. جزئیات بیشتر در گزارش میف برهات با هم ببینیم. کشورهای خارجی یکی پس از دیگری، از آمریکا گرفته تا فرانسه و امروز مصر، به بیروت سفر می کنند تا از تشدید تنش و شعله ور شدن یک جنگ گسترده جلوگیری کنند. ارزیابی های اسرائیل نشان داده بود حزب الله لبنان ممکن است اول حمله کند و به دنبال آن ایران اسرائیل را هدف قرار دهد. پیش بینی شده است که این حملات بزرگتر از حملاتی باشد که آوریل گذشته رخ داد، اما اطلاعات حاکی از آن است که در داخل ایران بر سر میزان و نوع حملات اختلاف نظر وجود دارد. حزب الله اطلاعاتی را افشا کرد که نشان می‌داد به فاصله یک هفته پس از حمله اسرائیل به زاویه جنوبی تلافی خواهد کرد، ولی اکنون تایید شده است که این افشاگری عمدن صورت گرفته بود، زیرا حزب الله از نظر امنیتی نفوذپذیر است و دیگر اعتمادی وجود ندارد. این بخشی از جنگ روانی است که حزب الله علیه اسرائیل به کار می‌گیرد، اما این جنگ روانی بر لبنانی‌ها نیز که در وحشتی بی سابقه زندگی می‌کنند و روزمرگی خود را به پاسخ احتمالی حزب الله پیوند زدن نیز تأثیر گذاشته است. بخش گردشگری لبنان به دلیل خروج گردشگران و مهاجران از این کشور از ترس واکنش حزب الله 3 میلیارد دلار ضرر کرده است. برخی کارشناسان جنگ بین ایران و اسرائیل را غیر ممکن می‌خوانند، هم به دلیل فاصله جغرافیایی بین دو کشور و هم به این دلیل که ایالات متحده از هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی خود در منطقه واهمه دارد. به همین علت آنها می‌گویند حزب الله ممکن است نقش بزرگتری در این واکنش ایفا کند. الیاس بشار خیرالله، تحلیلگر، در گفتگو با ایران اینترنشنال تاکید کرد که ایران نقش اصلی را در مذاکرات ایفا می‌کند، در حالی که حزب الله تنها به نقشی محدود در مانورهای جنگی متعهد است و نقش حزب الله به طور قطع وابسته به تصمیمات ایران است، همانطور که در جنگ سوریه و اعزام مستشاران نظامی به یمن هم همین گونه بود. و كما طلبت منه ايضا ان يرسل خبراء الى اليمن. می فرحات، بیروت. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر اعلام کرد یک دستگاه اتوبوس حامل زائران ایرانی و یک کامیون غیر در جاده برگشت از دیوانیه به ناصریه در کشور عراق تصادف کردند. بر اساس گزارش هلال احمر این حادثه 61 نفر مصدوم و 2 نفر کشته بر جای گذاشته که یکی از آنها ایرانی است. بر اساس گزارش های رسیده به دلیل ترافیک سنگین خودروهای حامل زائران ایرانی در مرز مهران، پلیس راهور از مردم خواسته تا از مرز خسروی وارد عراق شود. روز گذشته رسانه‌های حکومتی مدعی شدند حدود 1,500,000 ایرانی برای برگزاری مراسم اربعین به عراق سفر کردند. حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادعای پذیرش بدون کنکور مبینان نعمت‌زاده در رشته پزشکی این دانشگاه را تکذیب کرد.
مبینا نعمت‌زاده دارنده مدال برنز بازی‌های المپیک 2024 پاریس پس از کسب مدال درخواست پذیرش بدون کنکور در رشته پزشکی را مطرح کرد. او در مصاحبه گفته بود رئیس جمهور ایران با درخواستش موافقت کرده. پس از واکنش‌های گسترده به ویدیوی اعتراضی یک زن به گشت ارشاد در قائم‌شهر، رسانه‌های حکومتی با انتشار ویدیویی از عذرخواهی اجباری این زن خبر دادند. روز گذشته ویدیویی منتشر شد که در آن این زن جوان مخالف حجاب اجباری در پاساژ هادی قائم‌شهر با چند تذکر دهنده حجاب در گریه لفظی دارد. دقت کنی یادت میاد من کیم رعایتم نمیکنم راستو نمیشناسم تو هم نمیشناسی من شما رو خوب میشناسم خب به حاجی زنگ بزنید دستگیرش کنید باشه حالا ببین چی کار میکنم 400 تا بس ازت عکس گرفتن هیچ کار نکردم همینه که هر موقع من چادر از سر تو کشیدم تو میتونی شال سر من کنی قانونه باید رعایت به همه این آدم هم میگم ازتون نترسن هیچ کاری از دستشون بر نمیاد هیچ کاری از دستشون دیوانه بیا آره دیوانه است برو تا گوشی تو سرت نشونم بر اساس اخبار رسیده به ایران اینترنشنال در ادامه فشار بر خانواده آرزو بدری ماموران امنیتی مانع از دیدار خانواده با او در بیمارستان شدند بنابر گزارش‌های رسیده خانواده این زن جوان از روز گذشته اجازه خروج از هتل محل اقامت را نداشتند اما سرانجام توانستند هتل را به مقصد بیمارستان ترک کنند آرزو بدری مسافر خودرویی بود که در ایست بازرسی به دلیل داشتن تذکر حجاب هدف تیراندازی ماموران قرار گرفته و در جریان آن آرزو بدری از ناحیه کمر هدف گلوله قرار گرفته. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی خواستار بررسی مؤثر این اتفاق و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی در این باره شد. عفو بین‌الملل تاکید کرده این اتفاق هولناک بر ضرورت لغو قوانین حجاب اجباری و همچنین مقابله با مسئولیت قضایی عاملین چنین حملاتی در ایران تاکید می‌کند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با تایید خبر شلیک پلیس به آرزو بدری نوشت ماموران با استفاده از قانون استفاده از سلاح سه گلوله به سمت خودرو شلیک کردند این خبرگزاری بار دیگر گزارش‌ها درباره تعقیب این خودرو به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری سرنشینان آن را رد کرده و نوشته تیراندازی ماموران پس از بی‌توجهی خودروی پراید به دستور ایست صورت گرفته شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه میگوید شاهد جدالی بین زنان و جمهوری اسلامی بر سر تحمیل حجاب اجباری هستیم و زنان ایرانی به هیچ عنوان مقابل جمهوری اسلامی کوتاه نمیآیند. یک جدال بسیار تنگاتنگی رو سر مسئله حجاب بین جامعه و زنان در صف مقدم و در مقابل جمهوری اسلامی شاهد هستیم زنانی که به هیچ عنوان جلوی جمهوری اسلامی کوتاه نمیان حاضر نیستن حجاب سر بکنن حاضر نیستن تمکین بکنن و از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی حاضر نیست که دست از حجاب برداره و برای حفظ حجاب حتی دست به جنایات سازمان یافته میزنه ما میدونیم که حجاب یکی از خیمه ها در یعنی یکی از پایه های خیمه جمهوری اسلامی یکی از اساس و اصول اساسی حکومت جمهوری اسلامی یکی از ارکان و یکی از اساس های ایدئولوژی که این حکومته که با همین روی کار اومده و طبق گفته خود جمهوری اسلامی حجاب خاکریز این حکومت هست و اگر این خاکریز گرفته بشه خاکریزهای دیگری هم در راه هستند اتفاقی که افتاده در انقلاب زن زندگی آزادی با پشتوانه بیش از 4 دهه مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و به یمن انقلاب زن زندگی آزادی این خاکریز از دست حکومت جمهوری اسلامی خارج شده از طرف دیگه جامعه و همونطور که گفتم زنان در صف مقدم در تلاش برای حفظ این خاکریز هستند با گسترش بی‌حجابی سراسری از طرف دیگه جمهوری اسلامی در تلاش برای بازپسگیری این خاکریز هست این که می‌بینیم زنی با این شجاعت در یک مکان عمومی مقابل عوامل حکومتی می‌ایسته
و میگه ما از شما نمیترسیم، این صدای زنان ایرانه، این صدای انقلاب زن زندگی آزادیه. و ترس اونجاییه که جمهوری اسلامی از این زن میبره عذرخواهی اجباری میگیره. من اینجا میخوام بگم که این عذرخواهی های اجباری هیچ اثرگذاری نداره. آنچه اثرگذاری داره این شجاعت و این مقاومت و اون روحیه انقلابی، اون اعتماد به نفس بالای این زنه که مقابل عوامل حکومتی داره، که در واقع نمادی از شجاعت زنان، نمادی از انقلابیگری زنان، نمادی از جنبش سرنگونی، نمادی از انقلاب زن زندگی آزادی که جمهوری اسلامی با هیچ جنایت سازمان یافته‌ای، با وحشیانه ترین اقداماتی که مرتکب میشه، نمیتونه این رو خاموش بکنه. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سخت خبرها. پایان مذاکرات آتش بس در دوحه. اسرائیل از ائتلاف به رهبری آمریکا خواست در صورت حمله به این کشور به جمهوری اسلامی پاسخ نظامی بدهد. ادامه فشارهای امنیتی بر خانواده آرزو بدری. خانواده از ملاقات با او منع شده و برای ائتلاف اجباری تحت فشار ماموران هستند. گورستان متعلق به بهائیان در اهواز به آتش کشیده شد. جامعه جهانی بهائی با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علاوه بر سوزاندن این گورستان، درختان کهنسال هم تکه تکه شدند. جامعه بهائیان خواستار توقف اقدامات بی‌رحمانه علیه باورمندان به این آیین شد. این گورستان از 110 سال پیش در اختیار بهائیان استان خوزستان بوده. وثاق صنایع سخنگوی جامعه جهانی بهایی از دلایل فشار جمهوری اسلامی بر بهاییان میگوید. یک تلاشی هست، این سرکوب سیستماتیک از طرف حکومت تلاشی هست واقعا چند وجهی. مثلا فرض کنید همین مسئله آرامستان ها به هر حال بخشی از هویت و تاریخ هست. تعداد زیاد فرض کنید همین آرامستان 110 سال قدمت داره، یعنی بخشی از تاریخ اون شهره، بخشی از تاریخ اون کشور هست و تعداد زیادی از افراد اونجا دفنند. به عبارتی تخریب این آرامستان ها به نوعی پاک کردن آثار هویتی و تاریخی هست. از طرف دیگه یک همونجوری که عرض کردم یک سرکوب چند وجهی هست. از طرف دیگه روایت های سراسر دروغی رو دائما حکومت از طرق مختلف، از طریق رسانه ها، منابع یا فرض کنید کتب و یا شبکه‌های اجتماعی دائما داره برای یک دیگری سازی و یک روایت سراسر دروغی رو ارائه میده برای اینکه اون چیزی که خودش دلش میخواد رو بگه و اون اقداماتش رو توجیه بکنه علیه شهروندانی، علیه گروهی از مردم ایران که تمام تلاششون اینه که سعی کنن در کنار دیگران اصولی رو، آرمانهایی رو که بهش باور دارن، مثل برابری، مثل آزادی، مثل برابری زنان و مردان، در عمل یاد بگیرن چطوری برای ساخت یک جامعه بهتر، برای ایجاد رفاه همه مردم اون رو به عمل تبدیل بکنن. و این عکس العملی هست که ما میبینیم، سرکوبی که شما اشاره کردید در همه جنبه های زندگی هست و الان این دامنه وسیع تر هم شده. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از ترکیب کابینه انتخابی مسعود پزشکیان گفت در کابینه معرفی شده به دلیل حضور نداشتن زنان، وزرای اهل سنت و افراد شایسته وفاق ملی رعایت نشده است. عبدالحمید همچنین با اشاره به مشارکت پایین مردم در انتخابات گفت کسانی که با به روی کار آمدن پزشکیان امیدوار شده بودند پس از معرفی کابینه از دولت تازه روی کار آمده ناامید شدند. رحیم بندوی فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان از لندن همراه ما هستند. آقای بندوی، این صحبت مولوی عبدالحمید این بخشش برای من خیلی مهم بود که اشاره کرده که وفاق ملی در کشور شکل نخواهد گرفت در چنین شرایطی. چه بخشای دیگری از صحبت های مولوی عبدالحمید به نظر شما قابل توجه بود؟ ببینید در کل مولوی عبدالحمید تأکیدی که بر این تبعیضات بسیار آشکار و علنی که به طور مشخص در همه جنبه هست ولی به طور مشخص در واقع بر علیه زنان که نصف جمعیت هم همیشه هم تأکید دارد، بر علیه ملیت‌های مختلف یا اقوامی که به هر حال در درون ایران هستند در مجموع و به اضافه اقوام مذاهب عضو میخواه و به اضافه مذاهب، حالا بگذاریم از اون مشکلاتی که در ارتباط با رفاه اجتماعی است، ولی در این باره این ستا قشر در واقع به شکل علنی و آشکار تبعیض روا می‌دارند. به همین دلیل تاکید دارند که به هر حال الان اتفاقی که از نکته‌ای که نظر منو جلب کرد این بود، میگفت که الان
در واقع به برکت این میدیاها و سوشل میدیاهایی که هست الان آگاهی به همه جا رسیده و هر کسی در هر کجای این جمعیت ایران باشه داره تفسیره، داره تحلیله در ارتباط با آنچه که در ایران میگذره. و بعدش هم فراموش نکنیم اون بذر شجاعتی که این انقلاب زنانه زن زندگی آزادی در ایران و در منطقه کاشت، این واقعا به اثبات رسانده آنچه که جایگاه زنان هست و آنچه که جایگاه شایستگان هست بدون در نظر گرفتن برحال اون ملیت و مذهب و هر مسئله دیگری که دارن. اما متاسفانه در ایران با توجه به سابقه 45 سالی که داره کاملا روشن هست که همیشه هم تاکید دارن بر مسئله 45 سال، چرا که برحال تجربه‌ای که در ظرف 45 سال آمده این است که به این رژیم تا الان هرگز نمیتوان اعتماد کرد. و در ارتباط با آقای پزشکیان هم به طور مشخص برحال همیشه این متاسفانه این بار هم با این که در دور اول دول در بار دوم موفق شدند که با این تئاتری که ساخته بودند بخشی از جمعیت رو، نه همه جمعیت رو، و اتفاقا هم بخش کمتر از نصف رو در واقع تونستن به پای صندوق‌های رأی ببرند، به دلیل اینکه چون این بار دست به دامن به قول معروف اقوام یا ملیت‌ها درون ایران شده بودند که بتونن بخشی از مردم رو به پای صندوق‌های رأی ببرند. ولی متاسفانه از آنجایی که به هر حال هنوز هم هستند کسانی که در میدان این ذوب شدگان ولایت فقیه بازی میکنند و ایجاد توهم میکنند، حالا با اینکه عرض کردم واقعا مردم الان هیچ توهمی ندارند، ولی به قول معروف بعضی وقتا میاد میگه اینم روی اون یکی دیگه، بذار ببینیم چه کار میشه. ولی بنده اختصاصا درباره اهل سنت صحبت بکنیم، جمعیت قابل توجهی از جمعیت ایران هستن اهل سنت، اما هرگز در 45 سال گذشته در نظام حکومتی به ویژه در دولت و نهاد های بالایی جایی نداشتن. متاسفانه ببینید این رژیم با توجه به این که برحال یک سکت مذهبی هم هست به جای خود، ولی کلن در تمامیت خواهان هیچ وقت اهل سنت و به قول معروف اقوام وزیر نداشتند که هیچ استاندار هم نداشتند، چه رژیم پیشین رو بگیریم و چه رژیم حالا رو بگیریم. این یک واقعیتیست انکار ناپذیر که میتونه. و اتفاقا جالبه یکی از وزرای سوری اخیراً با چشمم افتاد به نوشته یک جایی که یکی از وزرای سوری اتفاقا با یکی از همتایان ایرانی خودش صحبت میکنه و میپرسه که انتظارم داشته جواب مثبت باشه، میپرسه که شما در کابینتون چند تا وزیر سنی دارید؟ وقتی که میشنوه هیچ، صفر، اصلا جا میمونه. و مسئله اینجاست که این گونه حکومت هایی که به قول معروف به این شکل های مختلف تمام هست و نیست جامعه رو در واقع فدای اون ایدئولوژی ها و باورهای مذهبی خودشون میکنن یا ایدئولوژی های خودشون میکنن، متاسفانه انتظاری نیست و امیدی هم نیست، دیگه اعتماد از دست رفته. ولی متاسفانه عرض کردم این رژیم باز هم این بار که اصلا انتظار نداشتیم که متاسفانه بخشی از آن کسانی که به یک شکلی در هر صورت هنوز هم در میان مردم جایگاهکی دارن شروع کردن به توهم پراکنی در ارتباط با اینکه بله این آقای پزشکان با توجه به صحبت هایی که میکرد صحبت میکرد که من نمیدونم علی میکنم و بله میکنم، ولی الان آخرش دیدیم که اومده داره میگه که نمیگذارن آدم کار بکنه، با یک واقعا قیافه میگفت که نمیگذارن آدم کاری بکنه که آدم حسرت میخوره بیچاره بدبخت. اینه که متاسفانه یک واقعیت کاملا آشکاره که پس از آمدن آقای پزشکان اتفاقا تنها چیزی که حاصل شده آمار کشتارهای جاده‌ای در بلوچستان، آمار برحال اعدام‌ها و آمار کشتارهایی که به شکل ناشناخته در واقع هر روز داره انجام میشه بیشتر شده، تقریبا میشه گفت دو برابر شده نسبت مثلا به همین مقطع در دوره گذشته. اینی که الان اون اعتمادی که باید باشه اعتماد اصلا نیست، به هیچ وجه اون اعتماد وجود نداره در میان مردم و در میان اقشار مختلف جامعه هم. ولی میبینیم که برای جمهوری اسلامی هنوزم نگه داشته خودشو به این شکل، به دلیل عذر میخوام فقط یه نکته دارم کنم، همش برمیگرده به پراکندگی که در میان اپوزیسیونی که جمهوری اسلامی تونسته تخم نفاق بکاره و موفق هم شده متاسفانه. ایشان هم جان ادامه میدن به حیات خودشون زندگی جمهوری اسلامی. ممنونم از شما رحیم بندری، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان از لندن. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا قرار است امروز در کارزار انتخاباتی در ایالت کارولینای شمالی برنامه‌های اقتصادی خود را رونمایی کند. به گفته کمپین او، معاون رئیس جمهور پیشنهاد سیاست‌هایی را خواهد داد که هدف آنها
کمک به خانواده ها و کاهش هزینه هاست. از جمله این سیاست ها گسترش اعتبار مالیاتی است. او همچنین قرار است درباره کمک های مالی به کسانی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند هم اشاره کند. اردوان روزبه همکارم از کاخ سفید همراه ما هست. یک نظرسنجی انجام شده پیشتر درباره محبوبیت دو معاون نامزدهای انتخاباتی و در کنار اون میدونیم که امروز در کارولینای شمالی قرار است که خانم هریس صحبت بکنه، سیاست اقتصادیش رو مطرح بکنه تا شاید بتونه هواداران خودش رو در این منطقه هم بیشتر بکنه. اردوان، نکته‌ای که خیلی مهمه در سفر امروز کاملا هریس مسئله ایالت کارولینای شمالی هستش، ایالت حساس که میتونه سرنوشت ساز باشه. بعدی هستش به رغم اینکه نظرسنجی‌ها پیش از این نشان دهنده این بود که دموکرات‌ها چندان دست بالایی در رقابت با دونالد ترامپ ندارن، با رفتن بایدن در عمل ورق برگشته و حالا نظرسنجی‌ها داره نشون میده که عملاً کاملا هریس چند درصد بالاتر از دونالد ترامپ رقیب خودش است. اما در سفر، یعنی در واقع رالی که امروز هریس در کارولینای شمالی شروع کرده، تمرکزش رو بر چند محور داره میذاره. به طور مشخص عموم به کسانی که کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا هستن ترجیح میدن به نحوی اطلاع رسانی بکنن تا مردم بدونن در 100 روز اول ورودشون به کاخ سفید چه خواهند کرد. خانم هریس امروز برای 100 روز اولش و پروژه که داره قراره با مردم در کارولینای شمالی صحبت بکنه. اون به نکته هایی داره اشاره میکنه که میتونه برگهای برنده ای رو برای طبقات متوسط اجتماعی به همراه بیاره و در واقع جلب نظر اونها رو بکنه، از جمله $6,000 کمک مالیاتی برای کسانی که در سال اول دارای بچه میشن، کمک برای خرید خونه برای کسانی که در واقع سرمایه‌گذار در تولید و ساخت خونه هستن، کمک هایی رو در برای اونها در نظر بگیره. اما چیزی که رویکرد متفاوت‌تر و به نظر میرسه حساس‌تری است، مسئله سوء استفاده از قیمت هستش، چیزی که هریس امروز بر پایش داره قرار صحبت بکنه و بگه که موافق نیستش که کمپانی‌های بزرگ به خصوص در بخش غذا و صنعت غذا از این مسئله که اصطلاحاً بهش میگن سوء استفاده از قیمت بخوان بهره ببرن. ما می‌دونیم در پاندمیک تعداد بسیار زیادی از کمپانی‌های آمریکایی با توجه به کمبود مواد اولیه قیمت‌ها رو بی‌رویه بردن بالا و حالا کامالا هریس دست روی اونها گذاشته. به تحلیل واشنگتن پست در واقع هریس سیاست تازه‌ای رو نمیخواد دنبال کنه، بلکه میخواد راه سیاستی که بایدن پیش گرفته رو به نوعی اصلاح بکنه و همون ادامه بده. اما اشاره‌ای بکنم در ارتباط با نظرسنجی‌ها، نظرسنجی که امروز منتشر شده توسط سه مجموعه، توسط واشنگتن پست، سی بی اس و همچنین استس، داره گزارش میده که در رقابت بین دو معاونی که در حال حاضر در کارزارها حضور دارن، عملا ونس از حریف خودش یعنی والز عقب هستش و در این گزارش داره میگه که در یک مقایسه بین جدی ونس که اون در بین محبوبیتش در بین طرفداران 30 در مقابل 40 بوده، در عمل 10% منفی هستش و به عکس درصد بسیار زیادی رقیبش یعنی والز در حال حاضر از محبوبیت برخورداره در بین طبقات متوسط اجتماعی، که به نظر میسه با روند موجود کمکی میتونه باشه به کمپین هریس و اگر بتونه با همین فرمان بره جلو در عمل طبقات متوسط رو بیشتر هم جلب خواهد کرد. مرسی از دوستت. همین الان تصاویر زنده ای اردوان داریم میبینیم از تصاویر زنده ای از کارزار ترامپ و جی دی ونس، معاون پیشنهادی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان هم قرار هست که صحبت بکنه. ممنون از تو اردوان روزبه که از مقابل کاخ سفید همراه ما بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده FBI در جریان تحقیق درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هک کارزارهای ترامپ و بایدن هریس دریافته که سوزی وایلز مشاور ترامپ در میان اهداف این هک بوده. FBI در تلاش است تا مشخص کند آیا تلاش‌های هک هدفمند بوده علیه وایلز و موفق بوده یا خیر. وایلز یکی از مقامات ارشد کارزار انتخاباتی 2024 دونالد ترامپ است و به گفته یکی از مشاوران ترامپ دیگر مشاوران هم هدف قرار گرفتند. مریم رحمتی از نیویورک همراه ما هست. خیلی گسترده بوده ابعاد این هکی که گزارش داده FBI. مریم،
همینطوره پریسا، در روزهای گذشته چندین گزارش متفاوت از هدف قرار گرفتن کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و همچنین بایدن هریس از سوی هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی منتشر شد. امروز هم واشنگتن پست در مورد ابعاد و شواهد جدیدی در مورد اهدافی که تهران مورد هدف قرار داده در کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ منتشر شده و اینکه چطور تلاش‌های هکری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی نگرانی ها در مورد تلاش دیگر کشورها برای تاثیرگذاری بر روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در میان مقامات اطلاعاتی آمریکا افزایش داده، اینکه هکرهای جمهوری اسلامی حالا دسترسی پیدا کردن در کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و همچنین هریس و اینکه حالا میتونه این حملات هکری و دسترسی ها افزایش پیدا بکنه مخصوصا از سوی چین و روسیه. جزئیات تحقیقاتی که امروز منتشر شده به گزارش واشنگتن پست نشون میده که سوزی وایلز که یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ هست یکی از اهداف این هک بوده و به گزارش واشنگتن پست دوباره ماموران اف بی آی که در حال تحقیق تلاش های ایران برای هک کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و همچنین هریس هستند گفتن که این اسناد رو دارن بررسی میکنن کارشناسان و همچنین پلیس فدرال تا مشخص بکنن که آیا این تلاش ها در واقع این تلاش های هدفمند موفق بوده یا نه، آیا تونستن این هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران موضوع اونطور که اطلاعاتی رو از حساب یا ایمیل راجر استون به دست آوردن از وایلز هم به دست بیارن. یکی از مشاوران دیگر دونالد ترامپ گفته که خانم وایلز تنها کسی نبوده که مورد هدف قرار گرفته و دیگر مشاوران هم بودن که مورد هدف هکرهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یک موضوع دیگری که در این روزها بهش اشاره نشده اینه که بعد از این دست یافتن هکرهای جمهوری اسلامی به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و همچنین افراد نزدیک به اون مثل آقای راجر استون این هستش که بعد از اینکه این هکرها این اطلاعات رو به دست آوردن اون رو به شبکه‌های خبری معتبر فرستادن اما این شبکه‌ها از این اطلاعات استفاده نکردن و اونها رو منتشر ندادن. دقیقاً برعکس اون چیزی که ما در سال 2016 شاهدش بودیم زمانی که داشتن دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون با هم رقابت می‌کردن که این اطلاعات انتشار پیدا کرد و تونست تاثیرگذاری زیادی داشته باشه بر روی انتخابات و حتی این هکرها نخواستن که مثل ویکی‌لیکس این اطلاعات رو در واقع منتشر بکنن. اما یک چیزی که در مورد هکرهای جمهوری اسلامی ما از سوی مقامات اطلاعاتی آمریکا شاهدش بودیم اینه که تلاش‌های ایران ممکنه تنها بخشی از یک الگوی بزرگتر باشه و اینکه تلاش‌های جمهوری اسلامی فقط تهاجمی هست و اونقدر سوفیستیکیتد یا پیچیده نیست. چیزی که بیشتر نگران هستن مقام‌های جمهوری اسلامی، مقام‌های ایالات متحده آمریکا، هکرهای وابسته به روسیه و چین هستن و این موضوعی هست که میخوان بهش توجه بکنن در ماه‌های آینده پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. خیلی ممنون از توضیحاتت همکارم مریم رحمتی که از نیویورک همراه ما بودی. نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. آژانس مهاجرت و گمرک ایالات متحده از بازداشت جیان فرانکو تورس ناوارا رهبر باند تبهکاری پرو در نیویورک خبر داد. بنابراین گزارش تورس ناوارا 38 ساله در ماه می پس از ورود غیرقانونی به ایالات متحده در مرز تگزاس و مکزیک بازداشت شد. بنابر گزارش ها او به دلیل کشتن یک افسر پلیس بازنشسته در پرو در فهرست تحت تعقیب دولت این کشور قرار داشت. رابرت دهنوشی ایرانی آمریکایی ساکن لس آنجلس روز پنجشنبه به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. دهنوشی 50 ساله از کنسرت گذاران شناخته شده و از مدیران سابق برنامه‌های گوگوش خواننده مشهور ایرانی بود.
اعتراضات پزشکان در هند به تجاوز و قتل یک کارورز پزشکی زن در این کشور ادامه دارد. انجمن پزشکی هند در اعتراض به این اقدام خواستار اعتصاب سراسری خدمات غیر اورژانسی در روز شنبه شده. جسد نیمه برهنه و زخمی این کارورز 31 ساله جمعه گذشته در سالن سمینار بیمارستان دولتی در کلکته پیدا شد. شروین آجیپور خواننده و آهنگساز ایرانی که با ترانه برایه تبدیل به یکی از نمادهای خیزش زن زندگی آزادی شد، ترانه جدیدی با نام شبونه را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده. شروین آجیپور که همچنان درگیر دادگاه است و حکم زندان دارد، نوشته این ترانه را به کسانی تقدیم می‌کند که او را لحظه‌ای تنها نگذاشتند. یه رو دو تایی فرار می‌کنیم، یه روزی که خسته شدی، یه رو که تو همه همه آدم ها شدی نامید، سحر بیدارت میکنم، میپریم با باد خزون، میسازیم یه کل بیم لای جنگل های بلوط. یه روزی فرا میکنیم، یه روزی که جون داره پات، یه روزی که دیدی نشود، نرسید به هیچ جا صدا، سحر بیدارت میکنم، میبوسم بالا تو برات، دوباره پرواز میکنم اون جایی که هیچکی نیاد. عزیزترینم شبونه میرسیم، بیا که فردا به خونه میرسیم. عزیزترینم شبونه میرسیم، بیا که فردا به خونه میرسیم. آهنگ شبانه بود از شروین حاجی‌پور، خواننده آهنگ معروف برایه که در خیزش زن زندگی آزادی بسیار این آهنگ معروف شد. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراهی کردید. فراموش نکنید که میتونید در اپلیکیشن اینتل پلاس آخرین خبرها رو دریافت بکنید. در این اپلیکیشن برنامه‌های خبری، مستندها و پادکست‌های ایران اینترنشنال در دسترس شماست. همه اینها و بیشتر تنها با دریافت این اپلیکیشنی که برای دستگاه‌های هوشمند هم طراحی شده قابل دریافت خواهد بود. و همینطور یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. میتونید ویدیوها و گزارش‌های خودتون رو برای ما روی واتساپ و تلگرام با شماره که روی تصویر میبینید 2044-78-3000-7000 ارسال بکنید. ویدیویی که شما برای ما میفرستید بخش بسیار مهمی از خبرهای ایران اینترنشنال است. ممنونم از همراهیتون با بخش‌های مختلف خبری امروز در ایران اینترنشنال و استودیو لندن. وقتتون خوش.